اولا من سلام بکنم قبل از سلام شما فقط میخوام بگم خیلی خوش اومدین، خوشحالم از دیدنتون. من هم تو خوشحالم که اومدین. من به عهده گرفتم که کتاب رو معرفی بکنم. در صحبتی که من با رفیق ناهید داشتیم به این نتیجه رسیدیم که خوبه که این معرفی به صورت حالا خیلی سخنرانی های من تبدیل نشه، که به صورت پرسش و پاسخ به پیش بره، که بیشتر نظریات در واقع شما با توضیحات خود رفیق ناهید مواجه بشیم تا برداشت های من که میتونه احتمالاً موقع خواندن کتاب روتون تأثیرات بالعکس داشته باشه. همین دلیل من ترجیحاً فکر کردم که به صورت پرسش و پاسخ این بشه. ولی من یه چیز کوتاه بگم بعد شروع بکنیم. اصولا برای خود من اصلا این تاریخ نگاری ها، این در واقع خاطر نگاری ها یه ویژگی داره. مثلا تو تمام این جنبش های اجتماعی، تو تمام مبارزات، تو تمام انقلابات، آدم یه بخشای از اون زندگی ها رو میبینه که در قالب و پوشش مثلا مباحث سیاسی و تئوریک و مطالبات معین مثلا خلاصه میشه. بیشتر هم گزارشه. فرضاً ما از کمون پاریس، چیزی که توی خود اون شهرداری ها، شهرداری بیستانه که با انقلاب کمون تشکیل میشه، که خودم در واقع همون شوراها رو داشته، یعنی یه جور از اون زندگی که توی اون شوراها میگذشت آدم اطلاع نداره. بیشتر از اون چیزی که در اونجا تصویب شده یا مثلا تصمیمات سیاسی که گرفته شده اینا برجسته است، در همونجا صحبتش کردن، تا اون زندگی واقعی که در جریان اون دو ماه مثلا در پاریس اتفاق افتاده، چی شده، چه جوری، چه حسی مردم داشتن در قبال انقلاب. خود شما مثلا تک تکتون احتمالا در اون جریان مبارزات کردستان، در جریان مثلا پس از انقلاب، در جریان تشکیل شوراها غیره، تصحالت ویژه‌ای داشتید. اینها کمتر اتفاقا گفته شده در جاز. و به گمان من اهمیت این کتاب های خاطرات اینه که به این بخش هاش بیشتر بپردازه. یعنی الان هم به این اتفاق داد که به این مسئله توجه شده در این خاطرات. و خیلی مهمه بگم، خیلی مهمه. شما نگاه بکنید، ما حتی از ماجراهایی که توی شوراهای روسیه اتفاق افتاده کمتر اطلاع داشتیم. توی مثلا ادبیات، فرضاً شلوخوف در مورد زمین نو آباد که می‌نویسه، قصه که می‌نویسه زندگی رو اون وقت بیان می‌کنه. اون زندگی در پروسه انقلاب مردم پی می‌کنن، اون چیزی که با حس و عاطفه و احساس و پوست و گوش دادن لمس میشه. یعنی اون چیز بگم من بخشیه که در واقع اون انقلاب رو تو معرفی میکنه به معنای واقعی. یعنی نتایج تمام اون دستاوردهای تحلیل سیاسی و تدوین تئوری‌های انقلابی اونجا در اون قصه ها، در اون مورد های معین چهره خودشو به صورت یک زندگی میشود. در کردستان من کمتر دیدم که چنین کاری بشه. اصلا قصه نوشته نشده راجبه مثلا بنکه ها، قصه نوشته نشده راجبه اون حوادثی که مثلا توی شهرهای مختلف کردستان اتفاق میفتاد. شاید کسی فرصت نکرده، یعنی این هم هست ها، کلن اصلا در رابطه با انقلاب 57 کمتر نوشته شده به صورت قصه زندگی اون چیزا. ولی به هر حال اون رفقایی که شروع کردم و نوشتن خیلی خوبه. من قبلش دیدم یه رفیق اختر کمانگر نوشته، متاسفانه نتونستم بخونم کتابشو، اصلا نرسید حالا، یه خودم تنبلی کرد. ولی کتاب رفیق ناهید من دیدم، خیلی خوش آمد. چرا؟ چون که اون بخشی که از زندگی توش هست به شکلهای مختلف. حالا من خیلی سخنبری نکنم، بپردازیم به این مسئله. بزنم ما این به این صورت به پیش میره، این پرسش و پاسخ. بعدم وقت فرصتی خواهیم داشت که شما اگر سوالاتی داشته باشید بکنید.
برای من همین مطرحه که شما انگیزه شما اصلا چجوری؟ یعنی من برخورد کردم با روحانی که حتی میخواستم بنویسم تکه هایی هم نوشتم به من دادم اسم نمیبرم، ولی بیشتر فرم گزارشی داشت، انگار که یه گزارش داده به یه سازمان. اون بخش جالبه ها، اون بخشش باید باشه، ولی یه بخشایش هست که اصلا چیز نیست، بخش زندگی کمتره توش و اونا رو من کمتر، ولی تو این کار ایشون هست. حالا چه انگیزه ای سبب شده به این نکات به ویژه شما توجه داشته باشید توی این کتاب؟ بله، من دوست دارم قبل از این که حرفامو شروع کنم در مورد انگیزم در مورد جلد کتاب حرف بزنم که ربط مستقیم به محتوای کتاب داره، کاری از منصور علوی. این نمای شهر سنندج رو نشون میده. اینجایی که من نشستم چشم اندازش رو به شهر سنندجه و رنگ‌هایی که توش به کار برده شده رنگ سیاه و قرمزه. سیاه به معنای حاکمیت جمهوری اسلامی و رنگ‌های قرمز به معنای یاد جان باختگان، کسایی که در این راه جان جونشون از دست دادن. و رنگ‌های دیگر هم که می‌بینین رنگ امیدیه که تو شهر وجود داره، مبارزه‌ای که هنوز در جریانه. و اگه بیشتر هم دقت بکنی این یک راهیه که چند نفر ازش رد میشن. اینا پیشمگ کامله و کلا سمبل مبارزه‌ایه که سالهاست در جریانه و هنوز ادامه داره. این در مورد جلد. در مورد انگیزه من در مورد نوشتن این کتاب، من تو این کتاب سعی کردم در بسیاری مواقع خودم در واقع کنار بیستم و رفقایی که در واقع آموزگار من بودن و تأثیر داشتن روی من و کلن مردم شهر، این زندگی این رفقه رو بیان بکنم. روشی بیره برای من که عجب بذارم زندگی و تلاش های اونا رو در رابطه با مناسبات اجتماعی، تغییری که به وجود آوردن و سنت های خوبی که جایگزین کردن. و در درجه دوم، سال هاست که ما نسل جدید و کلن مردم از ما سوال میکنن که شما چطور زندگی میکردین وقتی در تشکیلات مخفی بودین، کارتون چطور بود، فعالیتاتون، مخاطرات چی بود، و وقتی پیشمرگه بودین مثل زن چه مشکلاتی داشتین، چه محدودیت هایی داشتین. اینا همش سوالایی بوده و برای من جوابی بوده به کسانی که الان در حال مبارزه هستن و دوست دارن از تجربیات ما بهره‌مند بشن. مسئله سوم هم اینه که واقعیت اینه که ما به قول شما کم می‌نویسیم و این جای خالی که ما گذاشتیم احساس می‌کنم جایی رو برای کسایی که در واقع یا دشمن ما هستن، حاکمیت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی باز می‌کنه. ما بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی وقتی از مثلا کومله حرف می‌زد می‌گفت گروهک کومله، اینو مطرح می‌کرد. ولی من تو این کتاب نوشتم، یعنی از عظمت سازمان حزب کمونیست ایران و کلن چپ تو کردستان نوشتم که اصلا چطور مردم چقدر یعنی مردم طرفدار و هوادار داشت. یعنی اینو خواستم تو این کتاب به نشان بدم که بالاخره یه فاکتیه که اگه زمانی بخوان ازش استفاده بکنن بدونن این زندگی واقعی ما بوده، این بالاخره ما اینجور فعالیت میکردیم و مردم به این شکل از ما حمایت میکردن. یونانی اتفاقا این نکته که گفتی که کمتر خواهی در واقع راوی محوری قصه بودی، من از شما دارم قصه واقعا راوی محوری نبودی. من دیدم در اکثر این خاطراتی که نوشته میشه نویسنده راوی نویسنده محور همه چیزه، یعنی از زاویه او همه چیز دیده میشه، از زاویه او هست همه چی قضاوت میشه. ولی در این کتاب شما من اینو ندیدم، یعنی کمتر این حالت هست، بیشتر بیان خود اون وقایعی بیان خود اون شخصیت هست، بیان اون فضا و اون شور و انقلابه. یعنی آره این هست. یه اجازه بده از یه جاهایی بریم جلو به این صورت که یکی از نکات مهم، یعنی یکی از ویژگی‌های اصلا کردستان در انقلاب 57 ایجاد در واقع بنگاه هاست.
شکل گیری بنجاست و این خیلی نقش داشته، این یه چیز منحصر به فرد وجود داره، مثلا در ترکمن سهرام هست ولی نه به این شکلی که در چیز هست، و در کردستان بنکه ها یه نقش خیلی وسیع تر از اون چیزی که بعضن در نقاط دیگه به صورت بعضن کاریکاتور حتی به وجود اومد تشکیل شد. این بنکه ها چه تأثیر چه حالت اصلا ایجاد کرده بود، چه مردم در قبال این خانخواه میدونید یه چیزی یه واقعی داره اتفاق میفته که مردم انگار تو همه چی میخواد شرکت کنن. این چیه؟ اینو اگه بتونید توضیح بدین خیلی خوبه. این مهمترین و چیه که تو یه زندگی شورای آدم میتونه ببینه؟ دقیقا معذرت بخوام، به خصوص زنها و بچه ها. درسته. دوران حاکمیت یه قسمت کوچیک من اسمش رو گذاشتم دوران حاکمیت بنکه ها، و این به ابتکار بنکه ها، به ابتکار سازمان های سیاسی اون موقع درست ایجاد شدن و اسم بنکه اسم محلی شوراست، و تأثیرش میتونم بگم که بالاخره بعد از انقلاب یه فضایی تو کردستان پیش اومد که مردم خیلی راحت به اطلاعات دسترسی پیدا میکردن، به کتاب دسترسی پیدا میکردن و تمام سازمان‌ها مقر داشتن، ولی بنکه ها جایی بود که به خاطر جلوگیری از توطئه‌هایی که از طرف گروه‌های مذهبی که اون وقت گروه مفتی ضروری که از این گروه ها بود درست شده بود برای دفاع از دستاوردهای انقلاب و در بین مردم برای مثلا برای جلوگیری از احتکار بین مردم آذوقه پخش میکردن، نفت توزیع میکردن و کلا یه سری کار درمان، آموزش سیاسی، آموزش نظامی حتی در بنکه ها وجود داشت، و این تأثیر خیلی بزرگی داشت. چون من بعضی وقتا فکر میکنم توی کتاب نوشتم که ما نسلی بودیم که خیلی زود سیاسی شدیم، خیلی زود انقلابی شدیم، دلیلش جو و فضایی بود که تو این بنکه ها وجود داشت. خیلی هم میرفتم، من خودم نوشتم که به من این وقت اجازه نمیدادن که برم، ولی به هر حال به خاطر سن و سال، ولی به هر حال میشنیدیم بنکه ها مرتب سرودهای انقلابی پخش میشد و کلن شهر دست جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب بود و از تلویزیون هم مرتب فیلم های آموزش، کلن آموزش نظامی بود، در مورد جنگ جهانی دوم فیلم پخش می شد، در مورد فقری که تو ایران وجود داره در زمان رژیم آریان مهری چند فیلم تهیه شده بود. خلاصه تمام این و این که مردم خودشون این بنکه ها رو می گردوندن، این نبود که یه سازمان بگه چون من قویم من میگردونم، به رأی اراده خودشون بود و این اعتماد به نفس خیلی زیادی به مردم داده بود. و همونجور که تو کتاب نوشتم، من تو اون دوران بالاخره سنم به اون نرسیده بود که فعال بنکه ها باشم، ولی این خودش تأثیر داشت تو من، چون من این فضا رو میدیدم که چقدر فضای مهربونی مردم چقدر خوبن، و کلا اون دوران یه انسان رو پرورش داد، خصلت های خوبشون رو شکوفا کرد و اینا همه شدن الگوی کسایی که میخواستن بعد از اونا پا به میدان مبارزه بذارن. و این فضا وجود که خیلی هم جو انقلابی و خوبی بود تأثیر داشت روی پیر مرد، پیر زن. من مثلا مادر بزرگم تو اون وقت 65 سالش بود تقریبا، مثلا انقلابی شده بود، میگفت من کمونیستم. یعنی منظورم اینه که از یه کسی که مثلا سنش دیگه در حدی که تغییر عقیده نمیده، چون بالاخره تو چندین سال تو یه جامعه‌ای که مذهب تبلیغ میشه زندگی بکنی خیلی راحت عقاید دیگه جا نمیگیره، ولی اون فضا از کسایی که سنشون بالا بود تا کودکان تأثیر داشت و یه دگرگونی عمیق تو جامعه به وجود آورده بود. حالا بعد ما با فاجعه دیگه، مفاجعه رو گروه میشیم پس از این وقایع، یعنی جنگ 24 روزه سرانداز. چه برداشتی داشتید؟ اینجا من خوندم البته، ولی دوست دارم خودتون جا توضیح بدی که چجوریه این، چجوری شکسته اون فضای انقلابی رو یا نشکسته اصلا. بله، بعد از جنگ 24 روزی سنندج به این شکل بود که فضای خفقان خیلی شدید شروع شد در شهر سنندج و کنترل و دستگیری های خیلی وسیع در شهر شروع شد، و همونجوری که تو کتاب نوشتم این باعث شد که بالاخره ما یه عده از کسایی که تو بنکه ها فعال بودن و رهبری شهر رو در واقع به عهده داشتن اونا دیگه نبودن. و کسای دیگه، من یه نمونه آوردم در مورد برادر خودم که
یکی از مزدوران محلی به اسم عبدالله جماران که فعالین شهر رو دستگیر شناسایی کرده بود، بعد از اینکه پیشمرگه ها از شهر رفتن بیرون، این فعالین رو آورده بود، دستشون رو به ماشین بسته بود و تو شهر گردانده بود و برادر خود منم یکی از اون کسا بود. منظورم اینه که انواع و اقسام شیوه ها متوسل می شدن، تفتیش خانه ها در سطح وسیع بود، تقریبا شبانه روزی بود که جب خیلی خفقانی بود. این بود که دیگه مردم اونایی که مونده بودن، خیلی هاشون اونایی که فعال بودن شهر رو ترک کردن و این یعنی ما با شهری روبرو شدیم که در واقع خیلی اصلا شهر تقریبا تخلیه شده بود، تقریبا تخلیه شده بود. و اونجا بود که مایی که در وقت خودش مثلا خواهان اون بودیم که بالاخره می رفتیم تو بنکه ها یا جاهای دیگه و خواهان این بودیم که فعالیت بکنیم، در واقع جا برای ما موند، چون فعالین در واقع خودشون نمونده بودن و ما به ابتکار خودمون در اون وقت مثلا وقتی می دیدیم که رژیم مرتب شعار می نوشت مرد بر کومل و مرد بر پیشمرگ و مرد بر سوسیالیسم و اینا، ما هم خودمون تصمیم گرفتیم که ما بریم بر علیه اونا شعار بنویسیم. یعنی به ابتکار خودمون این کار شروع کردیم که من یه واقعه هم نوشتم که نزدیک بود دستگیر بشم، در جریان اون ولی خوشبختانه تونستم فرار کنم و به این شکل ما خودمون رو پرورش دادیم. در واقع میتونم بگم مثلا اعلامیه پیدا میکردیم، اون وقت دیگه این بود که اعلامیه یه علمیه روش مینوشتن بخوانید و به دیگران بدهید. ما رفتیم مثلا به ابتکار خودمون، کسایی بودیم حتی بعضی همون به 12 سال هم نرسیده بودیم، کاربن خریدیم، یه انتشارات کوچیک درست کردیم. وقتی سازمان ها مثلا حاضر نبودن ما رو چیز به ما مسئولیت بدن، ما خودمون به ابتکار خودمون مثلا کارایی میکردیم. یعنی منظورم اینه که مبارزه هی ادامه داشت، مبارزه ادامه داشت و یه نسل دیگه داشت خودش رو پرورش میداد که من از خودم به عنوان یکی از اون افراد اسم بردم، خودمون رو پرورش میدادیم برای اینکه دیگه اونا که نیستن ما مثلا بیاییم تو میدون و ما مبارزه بکنیم، که در واقع میتونم بگم در نهایت هم تونستیم خودمون رو تحمیل بکنیم به یکی از سازمان ها که دیدن که بالاخره ما واقعا خواهانیم و خودمون یه سری ابتکارات به خرج دادیم، تو شهر کار میکنیم و به هر حال ما وارد به نوعی میتونم بگم فضای سیاسی شهر شدیم. به هر حال دوره خفقانی بود، مرتب شبانه میومدن مردم رو دستگیر میکردن و من تو یکی از واقعه ها که اسمش مردمان خوب شهرم، اون از زبان یک پدر که یکی از بچه هاش پیشمرگ بوده و دو پسرش اعدام شده، اومدم اون فضا رو اون مثلا خیلی خوب تصویر کرده که چطور بود دستگیری. من اومدم مثلا از طریق اون توضیح دادم که فضای شهر خفقان چطور بوده. بوده تقریبا منم این حس رو داشتم که این در واقع حرکت شوراهای یه جوری همه رو به یه جوری اصلا ابتکار عمل بهشون یاد داده که خودشون این کار بکنن. ولی در این حال آیا حضور خود سازمان ها به صورت غیر علنی حسشون میکردید در این نه اینکه در اون لحظات سرکوب بود و طبعا بخشی از کادرهای سازمانی مخفی میشن، ولی حضور شما یا حس نمیشد؟ یعنی جدا از حرکتی که شما میکردید در تاثیر شورا و حرکتی، ولی بخشی از رهبران شورا و بخشی از رهبران سازمان ها هم مخفی شدن در اون شهر، ولی آیا مخفی شدن به این معنا بود که نیستن در صحنه یا نه حسشون میکردی که هستن و همین به شما نیرو میداد یا نه؟ در واقع من میتونم بگم درست بعد از جنگ خیلی از رفقایی که اینجا نشستن خودشون اون وقت فعال بودن، اونایی که فعالیت زیاد داشتن اصلا تشکیلات بهشون گفت که از شهر بریم بیرون، یعنی خیلی از فعالین از شهر رفتن بیرون و کسایی هم که بالاخره فعالیت هایی داشتن و اینا خودشون رو مخفی میکردن و انکار میکردن که اونا فعال بودن، تو اون وقت قطعا حضوری وجود داشت، چون من همونجوری که میگم اعلامیه وجود داشت. خب این اعلامیه میبایستی انتشاراتی تو شهر داشته باشه، خبرنامه وجود داشت، انتشارات داشت تو شهر سلندر، ولی به هر حال نه، ما اطلاع نداشتیم که اونا وجود دارن، ولی یه سری کسایی بودن که میدونستیم اینا زمان بنکه ها فعال بودن، میرفتیم پیششون ازشون میخواستیم که به ما بالاخره اعلامیه بدن یا اینکه ما رو مثلا به هسته ها راه بدن، اونا انکار میکردن چون دوران خیلی سختی بود و انکار میکردن که فعال بودن.
ولی اینکه چرا ما فعالیت میکردیم دلیلش احساس میکنم همون آموزشی بود که در دوران دنکه ها و کلن آموزشی بود که دیده بودیم جای خالی درست بر از جای خالی اونا رو احساس میکردیم میگفتیم ما باید جای اونا رو پر کنیم. یعنی این زاویه بود و بالاخره به نوعی هم میتونم بگم که یه حس انتقام هم تو ما وجود داشت. یه حس انتقام ما با چشم خودمون یه دوران خیلی خوب و شکوفا رو دیدیم و میخواستیم یه بار دیگه اون دوران رو ببینیم. بنابراین براش مبارزه میکردیم، براش فعالیت میکردیم. جالبه، واقعا این تجربیات خوبی است. تأثیرات ویژه شوراها که چجونه تمام سلولهای اجتماع رو فعال میکنه و به حرکتش در میاره، حتی اگه سرکوب بشه و این ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع یه جور پیام ادامه مبارزات آموزش داده شده دیگه، بدون اینکه ارگان علنی مشخصی اون وسط باشه. طبعا بخش زیادی از فعالین سیاسی هم به ناچار مخفی شده بودن. خب یه مقداری زیادی امکانات معیشتی رو محدود میکنه. این چجوری تأمین میشدن اصلا، یا خود شما یا دیگران؟ این بحث تأمین معیشت این فعالینی که به ناچار مخفی شده بودن و دیگه نمیتونستن علنی بیان کار بکنن، فرآیندی داشته باشن، زندگی بگردن، چجوری تأمین میشدن مثلا اون موقع؟ دقیقاً در مورد بعد از اینکه کلاً انقلاب و اینکه بعد از چند سال دیگه جنگ ایران و عراق شروع شد، وضعیت معیشتی اکثر مردم خیلی بد بود. به قول شما خیلی از کسایی که در ناندرآور خونه بودن، اینا خونه ها رو ترک کرده بودن و بار اصلی افتاده بود سر در خانواده های سر بچه ها و زنان در واقع. و من در سن خیلی کمی به فکر افتادم که باید کار بکنم، که خیلی زود اونم به ابتکار خودم بالاخره کار قالی بافی رو شروع کردم که کار خیلی سختیه، ولی واقعا مجبور بودم. یعنی هیچ راهی نداشتیم، هیچ منبع درآمدی نداشتیم، مخصوصا اینکه برادرم شهر رو ترک کرد، مخفی شد مدتی در تهران و مدتی در تبریز. این باعث شد که مادرم هم که در واقع مشکلات بعدها مشکلات زیادی پیدا کرد، نمیتونست کار بکنه و من میتونم بگم در مجبور شدم با کار قالی بافی کار بالاخره به مادرم کمک کنم که بتونه زندگی ما رو تأمین بکنه. و این زندگی خیلی کسای دیگه بود، یعنی فقط من نبودم. این فقر اکثر فعالین در فقر میتونم بگم مطلق، ما خود خانواده ما واقعا اگه من اون قالی بافی نمی کردم واقعا نمیتونستیم، حتی نون شب هم نداشتیم. این عین واقعیته. همه چیز، مثلا یه نمونه آوردم گفتم که کفش های زهوار در رفته، مثلا حتی کفشی که بتونی باش چیز کنی، من کفش نداشتم مثلا. این یه یعنی خیلی زندگی خیلی سختی داشتیم و همونطور که میگم خیلی از فعالین این زندگی رو داشتن. و اتفاقا یه جریان دیگه هم گفتم، نان و کباب که نوشتم اونجا، یه جریانی در مورد خود من و دوستم که گرسنگی های شدید میکشیدیم، از خونه میومدیم بیرون دیگه. من خلاصه یه به خاطر اینکه بتونم آزاد باشم فعالیت بکنم، به مادرم به دروغ میگفتم که میرم کار میکنم. و خب مادرم هم باور کرده بود و فکر میکرد که من بیرون از خونه غذا میخورم. و دوستم هم، اکثر دوستم هم درست وضعیت شبیه منو داشتن. واقعا سخت بود، گرسنگی های طولانی، تشنگی و شرایط سختی داشتیم، ولی با وجود اون فعالیت میکردیم. حالا دوتا از اون فعالیت هایی که خودت میکردی بعد از این سختی‌ها، که طبعا فعالیت های داخل شهر بود، هنوز یعنی شما به تشکیلات نپیوسته بودی، اصلا چه موقعی به این تشکیلات پیوستی و چه مبارزات علنی داشتی یا مخفی؟ چجوری بود؟ این میشه اینطوری توضیح بدی؟ چون برای خیلی جالبه بدونن این مبارزات مخفی در اون دوران ها، به ویژه این اردوگاه ها اصلا چه شکلیه. واقعا برای کسایی که ندیدن همواره سواله. یعنی یک بخشی از تاریخ مبارزات جامعه ما واقعا برای بخش بزرگی از جامعه ناشناخته است و همه دوست دارم بدونم که مثلا در اردوگاه چه چیزی میگذره، زندگی چه جوری اصلا، جدا از اون عملیات نظامی سیاسی غیره که هست، خود زندگی اصلا چه جور جزن. ولی الان نمیخوام بگیم، اول بگین که اصلا رفتی شما فعالیت علنی داشتیم، مخفی داشتیم، چه جوری؟
بله، تشکیل فعالیت مخفی من با سازمان شریکای فدایی خلق اقلیت شروع شد. یعنی اولین سازمانی بود که ما رو پذیرفت تو این شرایط، با فعالیت با اونا شروع شد. و وقتی حزب کمونیست ایران تشکیل شد در سال 62، خیلی از فعالین شهر به کمله حزب کمونیست ایران پیوستند و منم اینجور بود که فعالین تو شهر همدیگه رو میشناختیم، فعالین پیکار، سازمان چریکای فدایی، کمله. بعدن به طور دست جمعی تصمیم گرفته میشد که مثلا ما به طور دست جمعی بریم تو مثلا حزب کمونیست ایران، که به این شیوه ما سال 62 بود. سال 62. و جالبی این مثلا این بود که سال 62 جمهوری اسلامی خیلی از فعالین کمله رو تو شهر دستگیر کرد و تشکیلات مخفی کمله لو رفت. ولی جالبیش این بود که درست بعد از اون که اون لو رفتن شروع شد و اینا، سازمانه دیگه به نوعی با تشکیل حزب کمونیست ایران، سازمانه دیگه فعالینشون همشون رفتن تو چیز بدنه رو در واقع تکمیل کردن. به بدنه‌ای که خالی شده بود تقریبا، فعالیت ها خیلی از فعالین رفته بودن بیرون اینا، این به وسیله فعالین سازمانه دیگه جاشون پر شد و یه سری فعالیت های جدید به اضافه اینکه کمک به تشکیلات علنی، یه سری فعالیت های جدید اومد تو کار ما که من اونجا نوشتم، فعالیت در میون کارگرها که مشخصا خودم مثلا تو دو کارگاه قالیبافی کار کردم. و به هر حال کارمون شکل دیگه ای پیدا کرد، روزهای مهم و جشن می گرفتیم، جلسات در مورد اونا بود و مطالعه کردم، خلاصه شکل کارمون تغییر کرد. این بود تا اینکه سال 64 من از سنندج اومدم بیرون و به تشکیلات علنی ملحق شدم. آره، این جالبه که میگی با تشکیل حزب کمونیست ایران خیلی از اعضای سازمان ها پیوستن به حزب. همواره در طول اصلا سالهای مبارزاتی از انقلاب مشروطیت به این بر، همواره این بحث مطرح بوده که یه حزب کمونیستی در ایران باید به هر حال تشکیل بشه، حزب کارگران تشکیل بشه. برای اون حزب کمونیست اولیه که تشکیل شد، عمرش کوتاه بود، ادعا پیدا نکرد به صورت حزب. حزب توده در واقع حزب کمونیست نبود هیچ موقع، یعنی در ذهنیت عمومی جامعه حزب کمونیست محسوب نمیشد. خودش هم مثلا این تصور رو نمیداد، حالا منهای سیاست ها و عملکرد ها و پلتفرماش، ولی همواره این مسئله وجود داشت. و شعار اساسی همه سازمان های سیاسی هم پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر بود، پیش به سوی تشکیل حزب کمونیست بود. طبعاً با تشکیل حزب کمونیست با این عنوان، و خیلی ها که دوست داشتن این کار بکنن به سمت حزب کمونیست اومده. من یادم موقعی که حزب کمونیست ایران تشکیل شد، من در مونیخ بودم اون موقع سال 62، یکی از بچه ها اومده گفتش که حزب کمونیست تشکیل شده، بیا بریم عضو شیم. شرط مبارزاتی شخصیت هایی وجود دارن که آدم نامشون شنیده، آوازشون رو شنیده، چیزای ازشون خونده یا دیده، ولی خودشون رو ندید. بله. بوده کسانی که دوست داشتی ببینی و دیدی؟ بله، من اتفاقا تو همین کتاب در مورد یکی از رفقا که به اسم محمد کمالی، که اون موقع گوینده رادیو کمال بود و محبوبیت خیلی زیادی در میان مردم داشت، یعنی اون موقع رادیو کمال وقت نهار در واقع اون ساعت پخش برنامه بود و به ما، یعنی مردم قبل از اون خودشون آماده میکردن و صداش به حدی صدای خوبی بود دیگه، یعنی شده بود صدای کمال در واقع، صدای اون. من اونو خیلی دوست داشتم و یکی از آرزوام همیشه این بود که برم بیرون و اونو ببینم، یعنی شده بود یه رویا برام در واقع. که در وقتی به آموزشگاه رسیدم، اولین چیزی هم که گفتم این بود، رفتم پیش یکی از رفقای جنباخته که اسمش ارسلان سعادتمند و گفت سریع بهش گفتم من دوست دارم برم محمد کمالی رو ببینم، که اونم بهم گفت حتما جورش میکنیم. صبح روز بعدش رفتیم و واقعا دیدار خیلی جالبی بود، چون اون در واقع برای من تمام کمالی بود، یعنی من هر وقت صدای اونو میشنیدم دیگه احساس میکردم این کمال است. یه چیزی هم همیشه تو برخورد با این چهره های مشخص توی جامعه وجود داره، آدم تا ندیده اینها خیلی رویایه، وقتی میبینتشون یه مقداری میریزه از اون چیز.
آیا همچه حسی به دست نداد وقتی دیدیش؟ یا همچنان همون آدم بود؟ نه این چطور یه واقعیتیه؟ یه واقعیتیه، ولی در مورد محمد کمالی راستشو بخوای احساس میکنم خیلی بیشتر بود. یعنی اون تو کتابم نوشتم احساس کردم کسی که سالهاست میشناسمش، یعنی خیلی کماکان خیلی عزیزه برام، چون واقعا مردم هم خیلی در موردش حرف میزده، اصلا مردم یه چهره رویایی در واقع ازش درست کرده بودن، میگفتن یه مرد 2 متر قدرشه، موهای سیاه سیاه، چشم خلاصه یه تصویر خیلی زیبا خلاصه من رفتم دیگه دیدمش، ولی خب 2 متر قدش نبود، زیبایی خاص خودش هم داشت. ولی واقعا میتونم بگم که خب من خودم همیشه مخالفم که انسان رو بیشتر از اونی که هستی بزرگ کنی، یا مثلا مقدس سازی انسان ها. تو این کتابم که واقعا خیلی وقتا از ضعفای خودم و دیگرانم نوشتم، هیچ چون انسان بودن یعنی هم ضعف داشته باشی هم نقطه قوت، این انسان بودن، نه اینکه همه کارات خوب باشه و خوب بره پیش. ولی در مورد محمد کمالی بدون اغراق یعنی احساس میکنم باش آشنا میشی بیشتر از اون چیزی که در مورد شنیدم، چون اون وقت میگفتن این قیافشه این چیزشه، ولی یک خیلی انسان به تمام معنا برای من عزیزه و خوبه، یعنی خیلی مهربان و خوب نریخته و بیشتر هم شده و من اتفاقا بهش قول دادم، بهش گفتم که من چون خیلی دوستش دارم، بهش گفتم اگه این کتاب چاپ بشه من دوست دارم بیام جلوی خونتون و این کتاب و یکی از این کتابا رو تحویلت بدم، یعنی این انقدر برام عزیزه همچنان. بسیار عالی، من هم خاطر خیلی خوب داشتم، خاطر که چه از کنم آشنام باش و یکی از رفقای با ارزشه، از روزی که آشنا شدم باش لحظه به لحظه بیشتر شده علاقم بهش. تو که میگی میخوایی یه تیکه از کتابتو بخونی اگر دوست داری، یه جایی که قشنگه به نظر خواهید هرچی حس ویژه داره؟ بله، من دوست دارم همینجور که گفتم آرزو داشتم در اون زمان پیشمرگ کامله بشم، یعنی اون زمان پیشمرگ کامله بودن آرزوی خیلی کسا بود تو شهر سنندج، و این احساسمو اینجا نوشتم و تکی از این تکی که پشت کتاب اومده در مورد ملحق شدن به اوناست که تیپ 11 سنندج که نوشتم درست مربوط به اونه. بعد از مرگ جمشید برای اولین بار خوابی دیدم که وحشتناک نبود. خواب دیدم به منطقه رفتم بسیار وسیع و مسطح. در خواب درست در مرکز ایستاده بودم که روبرویم آب فوار کنان از زیر زمین سر برآورد. مبارزه و اطاعت، تبعیض و یکسانخواهی، سکوت و شورش، ضلالت و آزادگی می دانستند که با وجود مخاطراتی که آنها را تهدید می کند باید در کجای این جنگ بایستند. همه ی اون رفقا که در موقعیت ها قرار میگیرد، در واقع وقتی آدم میره تو اون جمع در اونجا ها قرار میگیره یه آدم دیگه میشه، کاملا یه آدم دیگه میشه. اینو خود آدم هم حتی میفهمه ها، نه اینکه دیگر هم فقط میفهمه. چیز طبعا لحظات تلخ و لحظات شیرینی هم در این مبارزه برات وجود داشته، چه در شهرها چه در اردوها. دوست داری راجع به این مسئله یک واقعی که تو خیلی اذیت کرده یا واقعی که خیلی بد شیرین بوده حرف بزنی؟ در مورد وقایع تلخ میتونم بگم مواقعی بوده که رفقامون از دست دادیم و خودم از نزدیک شاهد بودم. این خیلی تأثیر، البته در اون مقطع خب ما برای اینکه بتونیم جلو بریم و مبارزه رو ادامه بدیم و در کارمون مشکل پیش نیاد، ما در واقع میتونم بگم که مشکل رو یه گوشه میذاشتیم که بعدها مثلا وقتی مثلا اومدم اروپا بعضی وقت خیلی از این مسائل تو ذهنم روشن شد و در اینجا من تونستم برای خیلی از مشکلات، خیلی از اتفاقاتی که افتاده بود، رفقامون از دست داده بودیم، من اینجا تونستم گریه بکنم. یعنی بعضی اتفاقات یهو مثل فیلم جلو چشمم میومد و من چند روز در تنهایی خودم گریه میکردم که اتفاقات زیادی بوده. مثلا من در مورد عزت ساعدی نوشتم که به دست یکی از جاسوس‌های جمهوری اسلامی ترور شد و این در موقعی بود که ما همگی خیلی خسته بودیم
بعد از چندین روز درگیری و جنگ در دو جبهه با جمهوری اسلامی و حزب دموکرات در جایی استراحت میکردیم و اونجا هم نوشتم که آتش روشن کرده بودیم و طبق معمول که در وقتی جمع میشدیم علی رغم سختی ها خستگی اینا برنامه آواز خوندن و تعریف جوکه اینا رو داشتیم. به هر حال الان احساس میکنم این یه روشی بود که ما بتونیم قصه های خودمون رو در واقع کار بکنیم یا به فراموشی بسپاریم یا هر چی. به هر حال ما آواز خوندیم و اون یه آواز خیلی مشهور کردی که آمنه هست خوند، خیلی غمگین بود و اصلا اون آوازش و نحوه آواز خوندنش خیلی منو متاثر کرد، خیلی متاثر شدم. یعنی احساس میکردم که یه جور احساس عجیبی داشتم، نزدیک آتش نشسته بودم ولی با وجود این تمام بدنم میلرزید. بعد از اون به یه مأموریت فرستادن و گفتن یکی رو با خودت ببر و اون از بین جمع یه داوطلب خواست و یک نفر داوطلب شد و اون متاسفانه اون داوطلب جاسوس جمهوری اسلامی بود و روز بعدش ما بهمون خبر رسید که مردم شاهد بودن درست بعد از اینکه از ما جدا بشن. یعنی میتونم بگم تقریبا ده دقیقه ما مردم شاهد بودن که یک نفر به ما گفتن که یه پیشمرگ شما پیشمرگ دیگر رو کشته، بعدها دونستیم که اون جاسوس بوده. اتفاقات دیگه خیلی زیادی هم افتاده که اونجا اتفاقا چیزهای مهمی را که تاثیرگذار بوده من نوشتم. وقتی در مورد اتفاقات خوب اگه بخوام بگم، همین احساسی که من در دقایق اول دیدن رفقای پیشمرگ دیدم، این احساس در تمام طول اون مدت، میدونم درست اونجا نوشتم که سختی های زیادی کشیدم مثل زن در تشکیلات کمال، مثل یه دختر کم سن و سال و کم تجربه، واقعا دو سالهای اول مخصوصا خیلی سخت بود. ولی با وجود این جمعی که ما توش قرار گرفته بودم، جمعی بود که از لحاظ انسانی خیلی قوی بودن این انسان ها. همونجور که اونجا نوشتم که من واقعا میتونم بگم من در احاطه الگوهای خوب بودم. اگه جوانان تو شهر مثلا میگردن دنبال الگوی خوب، من در احاطه الگوهای خوب بودم. انسانهای خوب تو اون جمع خیلی زیاد بود و همونطور که میگم چون بالاخره انسانهای کمونیست و مبارزی بودن، خصوصیت مثبتشون در واقع میتونم بگم که پرورش یافته بود و این در این جمع بودن خودش لحظات شیرین خیلی زیاد، فداکاری کردن برای همدیگه، جون همدیگه رو نجات دادن. مثلا در صف یکی از صحنه‌های خوب که میتونم بگم این بود که مثلا من از گردو خیلی خوشم میومد و خیلی از رفقا که با هم بودیم از این مسئله خبر داشتن. شب وقتی راه میرفتیم، راهپیمایی خیلی طولانی داشتیم، دیگه گرسنه بودم، بعضی وقتا مثلا به زور راه میرفتم، مثلا یکی از رفقا صدا میکرد میگفت نهید بیا، مثلا چیز مشتشو پر کرده بود به من گردو میداد، مثلا اون گردو، مثلا این خیلی کار ساده ای ولی اون محبت، چقدر محبت تو این عمل وجود داره. جدا از اینکه بالاخره اونجا هم نوشتم چند بار جونم رو نجات دادن و الان اصلا اینی که الان زندم میتونم بگم مدیون رفقایی هستم که متاسفانه هیچ کدومشون هم الان زندگی نمیکنه، اینم وجود داره. ولی کلا روحیه فداکاری، روحیه این که مثلا یا این که مثلا رفقا برای یکی براش پول میومد حتما بره همه تقسیم میکرد. ذهنیتی من فرضاً خودم داشتم، بیشتر در قالب حرکت های نظامی و اردوگاه هم همینه، یعنی یک اردوگاه نظامی بیشتر. اینکه آیا در این اردوگاه آموزش داده میشه، آموزش حزبی غیره داده میشه و فعالیت هایی که این رفقا در اونجا میکردن جدا از حرکت های ضربه زدن به رژیم و این حرفا، در ارتباط با مردم چی کار میکردن؟ آیا توی مردم میرفتین شما ارتباط برقرار کنین، مسائلی رو طرح بکنین، برخورد مردم مثلا چه جوری بود با شما؟ اینا رو میشه یه مقدار توضیح بدید؟ بله. یه چیزی چون مذارت میخوام یه چیزی نشون، سازماندهی در دسته یه سازماندهی سالار. بله، ما واحدهای نظامی داشتیم تو کامله، دسته های سازماندهی داشتیم و واحدهای شهر داشتیم. دسته های سازمانده هم که وظیفه‌شون اون بود که در واقع کار در میان مردم بود و دسته های سازمانده کارشون در میان مردم بود و خود من دو دوره با دسته سازمانده کار کردم که بهترین خاطراتم که در این کتابم اومده مربوط به اون دسته است. و این که ما بالاخره کمله یک حزب بسیار محبوب بود تو مردم و اینکه ما میتونستیم تو روستاها فعالیت کنیم، در واقع در روستاهایی که رژیم توش پایگاه داشت، نورافکن داشت، کمین میذاشتن، با این وجود ما میتونستیم از تمام این موانع رد بشیم و تو
خونه مردم باشیم. ما عصر که معمولا می اومدیم بیرون برای مردم سخنرانی می کردیم، مردم هم کار تو مردم، من نمونه آوردم تو این کتاب، یعنی یه نوع بالانس بهش دادم کجا ما به مردم کمک کردیم و چه تأثیری رو این مردم داشتیم و کجا مردم به ما تأثیر کمک کردن و چطور زندگی ما رو نجات دادن. یعنی هر دو جنبه رو آوردم که در واقع مثال هایی که در اینجا به کار بردم در رابطه با کار ما در میان مردم. کاملا اتوریته داشت، محبوبیت داشت و ما هر وقت می رفتیم اگه می دونستم پیشمرگی کاملا سریع در باز می شد و در مواقعی هم که خیلی خطرناک بود و مردم می ترسیدن می گفتم باید چیز به کارت پیشمرگایتی می باید نشان بدم، ولی بعضی وقتا به اونم راضی نمی شدن چون گاهن جمهوری اسلامی به خاطر اینکه مردم رو گول بده اینا کارت جعلی می ساخت. ولی زنا میگفتن اگه زن میدونستن که فقط اون موقع تو واحدهای کومله هست که زن حضور داره، اگه صدای زن رو میشنیدن سریع در رو باز میکردن. یعنی منظورم اینه که محبوبیت تا اون حد بود، ولی من خیلی هم بیشتر از این که الان میگم نوشتم که باید خونده بشه. طبیعیه، طبعاً حالا مردم با نیروهای پیشمرگی نظامی یک برخورد داشتن، احتمالاً با کسان دیگه که فرزان شما به عنوان پزشکی آرم اونجا کار میکردی در این فعالیت داشتی، الزاماً احتمالاً میباست یک برخورد دیگه ای داشته باشن. یعنی خودت این تفاوت رو احساس میکردی بین تفاوتی که بین برخورد با یک پیشمرگ نظامی با پیشمرگ پزشکی آرم؟ بله، تفاوت خیلی زیاد بود چون پزشکی آرم ما خیلی، یعنی اون حس مردم دوستی خیلی تو همه رفقای ما قوی بود، ولی خب ما یه مسئولیت داشتیم. وقتی دوره آموزش پزشکی میدیدیم که یکی از مسئولیت‌ها این بود که جدا از این که اون طرف کیه، اسیر هر کسی هست، تو باید بهش کمک کنی، زخمی باید بهش کمک کنی، پاسدار باید بهش کمک کنی. یعنی اینو در ما پرورش داده بودن، این حس رو که تو زخمی کسی که احتیاج باید به کمک داره باید کمکش کنی. و ما خب همیشه دستمون باز بود، ولی اینم بازم فکر میکنم این که پزشکیارای کمله اینقدر واقعا مشهور بودن، خیلی مردم دوستشون داشت و هر جا میرفتیم سریع میگفتن دکتر، یعنی اونا به ما میگفتن دکتر پزشکیار، یعنی این که ما میگفتیم پزشکی قبول نمیکردن، میگفتن با خودتون دکتر داریم و اگه میدونستن خب سریع میباید میرفتیم به سراغ مریضاشون رو معالجه بکنیم و اینا. محبوبیت بود و اینا و کارهایی هم که ما میکردیم، ما خیلی از خودمون در واقع مایه میذاشتیم در سال، مثلا بعضی وقتا ما دو ساعت تو یه روستا بودیم که میبایست استراحت بکنیم، غذا بخوریم و از روستا خارج میشدیم. ما چون پزشکیار بودیم اون دو ساعت مرتب از این خونه به یه خونه دیگه، یعنی بعضی وقتا اصلا غذا نخورده و استراحت نکرده از خونه از اونجا میرفتی بیرون. ولی خب دوستم داشتیم، ما بالاخره کار در میان مردم و کمک به مردم، دقیقاً چون تو هدفت اینه کلن که اصلا اومدی تو این ختم، برای ما دوست داشتیم این کار بکنم، ولی مردم هم ارزش میذاشتن برای کارت و احترامت بیشتر بود و خیلی جاهایت واقعا پیش میومد که مثلا برات یه توشه راهی درست میکردن و میومدن میگفتن تو وقتت نداشتی که غذا بخوری، خود اینو با خودت ببر. یعنی محبت زیاد بود از سر همه. تو از خود پیشمرگا که حالا به شکل مختلف میرفتن تو مردم، اعضای از حزب یا سازمان هرچی بودن که نه به عنوان اعضایی که برن توی مخفی بشن، حضور داشته باشن در میان مردم و اونا بخشی از کارها رو به عهده بگیرن؟ یعنی عمدتا تشکیلات توی اردوگاه ها بود یا در درون جامعه هم وجود داشتن مخفی بودن مثلا؟ بله، من اتفاقا یه مثال در این مورد آوردم که ما در رابطه با درگیری خیلی بزرگی که ما همونجور که در دو جبهه با حزب دموکرات در روستای بساران داشتیم، در درگیری با حزب دموکرات و جمهوری اسلامی بود که متاسفانه چند نفر از رفقامون از دست دادیم و ما شبانه این مردم در کلبه هایی داشتن، مردم اون روستا، چون رژیم تمام روستا رو میدونست اگر در صورت عقب نشینی ما به روستا برمیگردیم، روستای بساران تمام روستا محاصره شده بود، یعنی راهی نداشتیم. مردم تو کلبه هاشون که تعداد زیاد نبود، تمام دو واحد گردان پیشمرگی و دو دسته سازمانده رو مخفی کردن.
صبح روز بعدشم که مجبور شدیم، بازم دونستم که ما اینجاییم اومدن. بعد من یه خاطره را تعریف کردم که یه خانواده منو بردن خونه شون که حمام کنم و اینا، بعدن تیراندازی شد و من میبایست از اون خونه بیام بیرون و اون زن صاحب خونه بچه هاشو مثل اسکورت به چهار طرف منو گرفتن، دو نفر از قبل پرستاد و خودش با من اومد که مثلا هیچ اتفاقی برای من نیفته. منم مرتب میگفتم که شما باید به این خونه، من اسلحه دارم، من لازم نیست شما بیان. اصلا اون زن به حرف من گوش نمیداد. بعدن وقتی رسیدیم اونجا گفتم چرا این کارو کردی؟ چرا میخوای جون خودت و بچه‌ات رو به خاطر من در خطر بیاندازی؟ من اسلحه دارم، اگه قرار باشه منم که باید از بین برم. بعدن اون زن به من گفت تو هممون کمالیم، تو کوه و دشت و من تو دیمونم تو ده و شهر. منظورم از این مثال اینه که بگم کمالی در واقع تشکیلات خیلی بزرگ و وسیع داشت، خیلی وسیع و فعالین زیادی تو شهر و روستاها داشتیم. اجازه بده من برداشت خودم از این کتاب بگم. همیشه در حرکت یه انسان رو ببینم، یه زن، یه بچه بیش، دو مرحله داره. یکی مرحله که هنوز اون وارد مسائل اجتماعی نشده و غیره، بله. دو مرحله داره زندگی این زن. یکی زندگی اولیش که پیش از انقلابه و یکی هم مرحله بعد. وارد فعالیت سیاسی میشه، بعد این مرحله دوم پشت دو قسمت. اون مرحله که وارد فعالیت‌های در اردوگاه ها میشه. این درست مثل شخصیت رمان هاست. در رمان شخصیت اصلا در طول زندگیش شکل میگیره، پرورش پیدا میکنه و تغییر میکنه. در یک قصه کوتاه اینطور اتفاق نمیفته. در یک عملیات شخصیت آدم اینقدر تغییر نمیکنه. ولی در یک پروسه اینجوری اصلا این شخصیت از یک مرحله به یک مرحله، یک مرحله کیتیه تازه اصلا براش پدید میاد که در این حال یه شکوه انسانی خیلی زیبایی توش هست. خودت چی از این نتیجه میگیری؟ فکر میکنی چه چیزی دیگران میگیرن از این چیزه؟ برداشت من درسته نیست، ولی اول خودت بگی چی؟ بله، اون چیزی که من میتونم بگم، اسم کتاب رو گذاشتم جلوه های زندگی، ولی در خاتمه به این نتیجه رسیدم که خود زندگی یعنی مبارزه و مبارزه یعنی زندگی. دلیلش هم همونجوری که شما خودتون میگین، من در جریان یک مبارزه شکل گرفتم و واقعا در خاتمه کتاب نوشتم من خیلی خوشحالم که شاهد یک انقلاب بودم در ایران و این انقلاب میتونم بگم به نوعی منو ساخت، چون اون فضای آزادی که به وجود اومد، من سنم طوری نبود که قبلا شکل گرفته باشم، شکل نگرفته بود شخصیتم. یک کسی بودم که بالاخره یک کودک بودم در واقع در اون مرحله و اون شرایط آزاد کلی اطلاعات به من داد. مثلا من نوشتم چه کتابایی رو خوندم در اون مرحله، چه فیلمهایی رو دیدم، چه انسانهای خوبی معلمم شدن و راه مبارزه رو به من نشون دادن، که این در واقع شد ارزش‌های واقعی برای زندگی من، که من به هیچ وجه حاضر نبودم. نوشتم تو کتاب که چند مورد پیش اومد تا مرز دستگیری رفتم و دستگیر نشدم و مخاطرات زیادی داشته، مشکلات در خود تشکیلات علنی که واقعا هیچ وقت به اون فکر نکردم که با وجود سختی، مثلا سختی هایی که سالهای اول در تشکیلات علنی داشتم چون زن بودم و بالاخره بعضی از مشکلاتی وجود داشت که در کتاب بهش اشاره شده، ولی من یک لحظه به اون فکر نکردم که کاش این راه ها انتخاب نمی کردم. مراحلی بوده که کمی فکر کردم که آیا درست بود، این سوال از خودم کردم که بازم روی اون فکر کردم که بله درست بود، این راهی که در پیش گرفتم درست بود و کلن از زندگیم این نتیجه رو میگیرم که میگم این ارزشایی که من در نتیجه این چند انسان مبارزه به دست آوردم ارزش و اینی که تو مردم کار کردم، این افتخار رو پیدا کردم که مثل پزشکیار و تو دسته سازمانده با مردم آشنا بشم، باشون بحث بکنم، اونا مشکلاتشون رو به من بگن، اینا همش شد تجربه برای زندگی من. و کلن من میگم سخت‌ترین سالهای زندگی ما در واقع میتونم بگم اون چند سال گذراندم که بعد از اون هیچ چی دیگه سخت نیست، چون همه چیز برام آسون شده. چون واقعیتش اینه که اون سختی آدم رو چنان میسازه، چنان محکمت میکنه که تو خیلی از سختی فکر میکنی نه اینم میتونم، چون بالاخره میدونی خیلی چیزای دیگه رو از پشت سر گذراندی که خیلی از اینم سخت‌تر بوده.
در نتیجه میتونم بگم که منو ساخت و خیلی هم خوشحالم که بالاخره دوست دارم اسم خودم رو بذارم یه انسان مبارز و خیلی خوشحالم که تو این جنبه شرکت داشتم و بقیه زندگیم همش از تجربه های اون دوره درس میگیرم، یعنی شده یه سرمایه بزرگ برای زندگی من اون دوره‌ای که داشتم. خیلی زیبا سالی، دقیقا من همون برداشت کردم و شخصا من واقعا خیلی خوشحالم شما این کتاب رو نوشتید و اینا رو منتقل میکنه. خیلی مهمه که این تجربه منتقل بشه. در این حال میدونید که ناهید رفیقمون شاعرم هست، شعرهای بسیار زیبا داره، من خیلی خوشم میاد شعر قول داده که اینها رو چاپ میکنه و امیدواریم که در رونمایی کتاب شعرش هم شما همه حضور داشته باشید، من هم اونجا نشسته باشم. بسیار عالی. پس دیگه این بخش شما نمیدونست موافقین یه استراحت بدیم بعد ما اگه بازشی چیز باشه سیگاری ها هی اشاره می کنم. Ne çalıyorum ki?